سلام دوستان، در خدمتون هستم برای یک فایل جدید. موضوع این فایل این هست که آیا این شخص پشیمون هست؟ شما در جدایی شاید باشین، شاید حرفی بین شما رد و بدل شده باشه که قلب شما رو درد آورده باشه، شاید مسئله دیگه باشه و شما نمیدونین آیا این شخص واقعا پشیمان هست یا نه. برای امروز ما دو تا انتخاب داریم، انتخاب یک، انتخاب دو. یک این، دو این، سیاهه و این رنگ رنگیه. خب من زمانی که خوش آمدها رو میگم به شما وقت و فرصت میدم تا اینکه انتخاب کنین و بعد بریم ببینیم که در هر انتخاب چه خبر هست. دوستان خوش آمد میگم به عزیزانی که تازه عضو کانال شدن. دوستان خیلی خیلی خوش آمدین و همچنین شما دوستان عزیزان که با کامنتاتون واقعاً منو تحت تاثیر قرار میدین. خیلی ممنون، متشکر، سپاس از این همه همراهی، دلگرمی که به من میدین و از این کمکی که به من میکنین که این کانال زنده بماند و از خاموشی اون جلوگیری میکنین. دوستان اگر تا حالا عضو این کانال نشدین، لطف کنین اون دکمه سابسکرایبر رو فشار بدین تا عضو این کانال بشین و به این وسیله هم کمکی به این کانال هست و هم اینکه خودتون از فایل‌های جدید مطلع میشین. اگر میل دارین این کانال رو لطف کنین به دیگران هم توجه معرفی کنین. دوستان اگر که این فرصتی که داشتین براتون کافی نیست، شما میتونین روی یه دکمه استاپ بذارین و بعد انتخابتون رو انجام بدین. راحت باشین، انتخاب خوب و بهتر وجود نداره، اون انتخابی که دلتون بهتون میگه انجام بدین. و مسئله دیگه این هستش که توجه کنین عزیزان، این فایل‌های کلی و عمومی هستن، ممکنه مقداری به شما بخوره یا اینکه همش یا هیچی و فایل دیگه مال شما باشه. دوستان اون چیزی که مال شما هست شما حسش میکنین، واسه خودتون بردارین. دوستان ببینیم چه خبر هست عزیزان ده. سلام به دوستان و عزیزانی که انتخاب شماره یک رو داشتن. دوستان با هم دیگه ببینیم چه خبر هست، آیا شخص مورد نظر شما پشیمان هست از کاری که کرده، اگر رفته، اگر حرفی زده، هر مسئله که هست ببینیم چه خبر هست در اون، آیا پشیمانی وجود داره دوستان یا نه. من سیمون اینجا بذارم که مزاحممون نشه. خب بریم ببینیم چه خبر هست با هم دیگه عزیزان. به اون شخص فکر کنین، به مسئله که اتفاق افتاده فکر کنین. ببینین الان یه مرتبه کارتی که برگشت اینجا برای من حرف از این میزنه، آشتی میزنه، حرف از این میزنه که اون شخص میخواد بیاد مسئله رو حل کنه، یه تعادلی رو به وجود بیاره. خب من دو مرتبه اینا رو همه یک سری مشکل هست این مسئله. خب خب ببینیم چه خبر هست دوستان. انرژی اصلی دوستان این شخصی هستش که داره فکر میکنه برای این مسئله، داره روی خودش کار میکنه. مسئله اتفاق افتاده بوده، شاید این شخص خیلی بچگانه رفتار کرده، شاید الان داره تازه متوجه میشه یک چیزی. حالا این انرژی اینگه، انرژی هستش که من روی خودم کار میکنم، میخوام حالا بیام یه مکالمه انجام بدم یا اصلا مکالمه درونی که خودم با خودم دارم. شخص فکر کنم تازه داره متوجه میشه و اینکه این کار حرف از این میزنه که آره میخواد راهی رو شروع کنه، میخواد مسئله رو انجام بده، نمیدونم بیاد شما از شما معذرت خواهی کنه، یا اینکه به طور کلی متوجه شده که رفتاری که داشته با شما رفتار درستی نبوده و الان در حال حاضر کاری که میخواد انجام بده. این شخص شاید این هستش حداقل روی خودم کار کنم، چه کار کردم، چی گفتم. ببین کارتا دیگه چه خبر هست. بله خب من کارتا رو میکشم، بعد روشون کارتای اوراکل لنورمان براتون میکشم. خب در حال حاضر این شخص هم ببینید میخواد مسائل جلو بره، دوست داره یک سری از گرفتاری ها رو پشت سر بذاره، دوست داره که بره. من فکر می کنم این شخص پشیمان هست
این کارت به من میگه که بد. این کارت کارتی که این مسئله هستش که مغزش رو واقعا به کار انداخته. خب دوستان مسئله هستش که واقعا تمام شاید فکرش رو درگیر کرده، چون این کارت کارت ذهنی هست، کارت مغزی هستش و کارتی هستش که داره به فکر این هستش که چجوری حالا جلو برم، چجوری حالا مثلا من بخوام این مسئله رو جلو ببرم و به فکر این هست که همه چیز جلو بره، آبهای متلاطم رو پشت سر بزنیم. خب حالا من کارت ها رو میکشم عزیزان دل، چه خبر هست؟ این دفعه سه تا کارت ها یه جای بزنم که شما هم بتونید ببینید و پشت کارت ها چه خبر هست. پشت کارت ها بله حرف از آشتی میزنه پشت کارت ها دوستان. پس این شخص تازه داره چه کار میکنه، تازه داره متوجه میشه چه کار کرده، تازه داره متوجه میشه چه کار کرده و به فکر آشتی هست، روی خودش داره کار میکنه. چرا؟ چون متوجه شده چیزی رو خراب کرده، چیزی رو ترکونده در این حالت و بر روی این مسئله داره چیکار میکنه، داره قدرت میگیره. به خاطری که من ببین این کارت برای من خیلی حرف میزنه، کارت قدرت. چرا؟ حالا بهتون میگم واسه چی کارت قدرت برای من حرف میزنه دوستان عزیز. به خاطری که از این طرف این شخص ببینین میخواد بره آبهای متلاطم پشت سر بره، بره جلو بره و چه چیزی میترسه. این شخصی هستش که همش احساس شکست در درون خودش میکنه، یعنی که من نمیدونم، خودش در سرش انگار یکی نیست، انگار چند نفر هست، من نمیدونم اگر من این کار کنم، اگر من که برم جلو آشتی کنم یا اینکه من ازت خواهید کاری کنم انجام بدم و بفهمونم که من اشتباه کردم چه اتفاق میفته. اتفاقی که میفته غرور من خدشه دار میشه. پس این مسئله غرور من که احساس شکست کنم در مورد مسئله برای من بسیار مهم هست، واسه همین هستش که داره در حال حاضر مثل یک کودک، مثل یک فرزند، یک بچه داره نوپا داره چه کار میکنه، روی خودش کار میکنه که ببینه چه کار میتونه انجام بده، یا حالا چه کار کنم، یه وقت احساس مهم بودن نکنه، چون در واقع احساس گناه داره میکنه در درون خودش این شخص در مورد این مسئله. پس به طور کلی این شخصی هستش که چی هستش، بسیار مشخص هست که پشیمان هست و دلش میخواد مسائل جلو بره. چیزی که هستش دوستان توجه کنه، خیلی جالب هست، بچه بهتون گفتم کارت قدرت با من حرف میزنه، چون این شخص خودش میفهمه کاری چه کار کرده، خودش میفهمه کار بدی انجام داده، خودش میفهمه یه پنهون کاریایی کرده، خودش میفهمه اصلا انگار برای یک سری از شما مثل یک خیانت میمونه، یه چیزی رو پاورچین من دزدیدم، خب تو رو خرگیر آوردم، ببخشید این حرفو میزنم، این کارو انجام دادم. خودش کاملا میفهمه. ببین فقط این شخص در سر و ذهن هست، مسئله هستش که ذهن و فکرش رو بسیار درگیر کرده. من بسیار شمشیر دارم این کارتاش، یعنی بیشتر شمشیر هست، کسی هستش که با منطق، با عقل، با فکر بیشتر کار داره تا با احساساتش، و شخصی هستش که به طور کلی اعتماد به نفس آنچنانی نداره. شاید یه سریاتو میگی نه آره نه مشخصه داره فلان، نه اون ظاهر قضیه هستش. خب من باید دکوراسیون رو درست کنم، میدونی چی بهتون میگم، دکوراسیون رو درست کنم ولی اون آشغالا رو زیر زیر قایم میکنم، به خاطر که اگر که دیگران بفهمن که این آشغالا اون زیر هست هیچ کس نمیاد سراغ من. خب بریم ببینیم که پوتیل و نهما بهمون چی میگه در این مورد این شخص. کارتی که افتاد دوستان اینجا حرف تغییر و تحول، دقیقا نگاه کنید دوستان این دوتا کارتا یکی هستن برای من. خب این شخص میخواد تغییر و تحول خوبی انجام بشه در مورد شما باهاش. پشیمونه، اگر که میخوایم بفهمیم پشیمونه، بله پشیمونه دست به سر هست، ولی غروری داره که این شخص نمیخواد آنچنان بفهمونه. یعنی اگر هم میخواد سراغ شما بیاد میخواد مثلا یه جوری مسئله رو جلوه بده که آره این نبوده، خود شما بودین که این کار رو انجام بدیم. و ببینیم بر روی این مسئله که خودش هم متوجه هست و میدونه که ترسش، ببین مسئله ترسش بسیار قوی هستش. خب
ترس این شخص بسیار بزرگ و قوی هستش و اینکه کاری که انجام داده کاملا متوجه هستش که کاری که انجام داده کار درستی نبوده. وحشی بازی در آورده. حالا برای یک سری میگه نه وحشی بازی در نیاورده. من که نزدم. من که فلان نکرده. خب کاری که کرده کار درستی نبوده و خودش هم متوجه هستش از این موضوع. این شخص اصلا به طور کلی شخصی اعتماد به نفس نداره دوستان. نگاه کنید این وقتی این کارت برای من میفته شخصی هستش که نگاه کنید یک مسئله یواش یواش این حلزون من هستش. خب در مورد این مسئله کاری که انجام شده در گذشته دارم میبینم این شخص یواش یواش داره چیکار میکنه، داره فکر این میفته که آره من چه کار کردم، حالا یواش یواش راهی برم پای قدمی بذارم ولی هنوز من اعتماد به نفس ندارم، حالا یواش یواش میرم. چرا این شخص یواش یواش میره؟ به خاطر اینکه این شخصی ازش که فقط در سر خودش داره چیکار میکنه، سیاحت میکنه، در سر خودش داره مسافرت میکنه. شخصی ازش که از نظر فکری میدونی من این شخص منو یاد افرادی که OCD دارن میندازه. خب بسیار در ذهن خودش هست، بسیار در فکر خودش هست عزیزان دل. خب و اینکه به فکر این هست که بیاد و دو مرتبه تعادلی در رابطه در یک مسئله با شما انجام بده، به فکر این هستش، خودش کاملا متوجه هستش. پس دیگه شما دیگه خیلی بهش فشار وارد نکنین، چون انگاری خودش رو تحت فشار به اندازه کافی عذاب وجدان داره و تحت فشار هست. عذاب وجدانش هم بهتون میگم کجاست دوستان. و تازه ببینین از یک بچه به یک تبدیل یک بچه دیگه شده، از یک بچه که نه حالا کم 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 پامو زمین بذارم تبدیل شده به یک بچه که حالا من چی دارم، شور و شوق اونو دارم که مسئله در درون خودم یا در رابطه‌ای بخوام چیکار کنم، یواش یواش بخوام درست کنم. از طرف دیگه، از جانب دیگه ببینید دوستان، حالا من یه کارت دیگه روی این میکشم، دو تا افتاد اشکال نداره، دو تا رو میکشم. خب من فکر میکنم یه کارت کافیه، ولی یه کارت دیگه هم براش میکشم، بعد بهتون توضیح میدم عزیزان به چه صورت هست اینجا. توجه کنین عزیزان، این شخص خب در آینده نچندان دور ببینید هنوز در این حالت استاندبای نشسته. ببین دست به سر گرفته برای چی؟ برای که میخواد دنبال راه حلی بره. میفهمه که برای به سمت شما اومدن دیگه اینجوری نمیتونه بیاد. دیگه نمیتونه، پشیمانیشو نمیتونه. شما دلش برای شما بسیار بسیار تنگ شده. این شخص به دنبال یک راه حلی هستش، میخواد این راه حل براش سری و سر بیاد، ولی نگاه کنید دست به سر گرفته. کسی که دست به سر گرفته اینجور نشسته، من آنقدر رو نمیبینم که در چی باشه، در عمل باشه، بیشتر در تفکر در تخیل هست تا در عمل. بلکه من بهتون اینجا گفتم که عزیزان دل این شخص میخواد بیاد به سمت شما. این ستا کارت ها رو که من کنار هم بزنم ببینید عزیزان، توجه کن این شخص اصلا به شما بسیار وابسته هستش. شما در سرش مثل یک مرض وسواس افتادین، شما رو نمیتونه فراموش کنه، دست از سر شما نمیتونه برداره. با اینکه این شخص چون اعتماد به نفس داره و یک ظاهر های من اینجوری هستم به خودش گرفته، ولی شما در سرش در روحش و در جلدش هستین به طور کلی و اینکه کاری که کرده دیگه نمیدونه چه کار چجوری برگرده. این حالش بد هستش و به فکر یک برگزاری عدالت هست. پس نگاه کنین عزیزان، در حال حاضر این شخص، من این کارتا رو سر جاشون بذارم، به فکرش انتخاب یک راه هست و به فکر این هستش که نگاه کنین تصمیمی رو بگیره. خودش هم میدونه، خب میدونه که باید در مورد شما بیاد یه چیز رو بذاره کنار بیاد طرف شما و این اصلا در سرش هست و نمیتونه ببره از این مسئله. خب من روی اون کارتی که میخواد به سمت شما بیاد ببینم چه خبر هست، یک دو تا. بله میخواد بیاد به سمت شما برای چی؟ برای مسائل احساسیش. این برای یک سری از شما که شخصی هستش که برایش که شما رو خیلی دوست داره. بله میخواد بیاد به سمت شما، با هم دیگه چی داشته باشین، با هم دیگه یک رد و بدلی تبادلی داشته باشین و در حال حاضر دارم میبینم باز هم انگاری در رو خودش ببنده. خب در رو خودم میبندم، مقداری در رو قلبم میبندم. خب بهتون میگم این شخص میخواد برای به خاطر کاری که انجام داده کاملا مشخص پشیمانی داره، ولی اون به قول معروف غرورش بهش اجازه نمیده که شاید کاری رو انجام بده. اگرم بیاد یه خیلی خیلی بچگانه، حالا چطوره، راستی این چی بود، انگار هیچ چیزی، به قول اینجا یا میگن مثل یه مو که میفته روی سوپ،
باید درش بیاریم این حالتیه. خب دوستان این شخص شما رو میبینه مثل کسی که باهاش میتونه دعوا داشته باشه، میترسه برگرده دعوایی با هم دیگه داشته باشین. این شخص خیلی ترسو هستش، با اینکه شاید ظاهر قوی داشته باشه بسیار بسیار ترسو هست، از شما میترسه، میترسه که برگرده با هم دیگه دعوا کنه، دو مرتبه به یادم دعوا باشه. پس بنابراین میگه که شما میگه الان جاتون خوب هست و اینکه شاید شما رو میبینه شخصی بسیار بسیار مستحکم، خانه افتاده، خانه حرف از بعد، شما رو میبینه شخصی هستی خوشحال، شخصی هستین خوشبخت، شخصی هستین که از یک تکیگاه بسیار خوبی برخوردار هستین و اعتماد به نفس در شما میبینه و میترسه که با شما دعوا داشته. در حال حاضر عزیزان دل توجه کنین، این شخص محترم، این خانم، آقا، هر کی هستش، از این مسئله ببینی بیخوابی داره تا این حد. من بهتون میگم این اصلا این حالش داغونه ولی اصلا اعتماد به نفس نداره. پس نگاه کنین، بیخوابی داره، بیخوابی داره، ندامت داره، پریشانی داره، میترسه، میترسه، خودشو قایم کرده اینجا، خب قلبشو قایم کرده، احساساتش رو قایم کرده این پشت. خیلی برای من جالب است این شخص اصلا هیچ بلوغی نداره، برای که چی؟ دو مرتبه نتیجه کارتا، نتیجه فال شما شده دو مرتبه یه سرباز دیگه. من سه تا سرباز دارم در این کار، یک شاه ندارم، یک شوالیه من ندارم توی این فال. این شخص اصلا هیچ بلوغی نداره از نظر فکری و ببینید از دورادور داره شما رو میپات، هی دنبال یک راه حل داره میگرده. خب بس دیگه راه حل، حالا باید دست به عمل زد، حالا باید اقدام کرد، ولی ترجیح میده که فعلا در مغزش، در سرش مسائل باقی بمونه، چون جرأت این رو و جربازای این رو که بخواد بیاد نداره. خب ببینیم چه خبر هست. کلید افتاده، راه حل، بله داره به دنبال راه حل میگرده، راه حل که از یک مسئله سختی در بیاد. پس به دنبال یک راه حلی هستش ولی براش خیلی سخته. این هنوز یک کودکه، بهم بگیم 50 سالشه، 60 سالشه، 70 سالشه، هنوز در سرش یک نوجوان 15 16 سال است، هنوز به یک سری از بلوغ‌ها، یعنی بهتون میگم که یک سری از مسائل روانی که در همون بچگی باقی میمونن و بزرگ نمیشن در این شخص بزرگ نشده. شاید شخصی باشه که شاید رئیس هزار تا شرکت باشه و نمیدونم اینقدر فلان باشه ولی در مورد مسائل روابطی، مسائل خصوصی در درون خودش، احساسات خودش به هیچ بلوغی نرسیده. ممکنه حتی دانشمند بسیار خوبی باشه ولی این شخص به هیچ عنوان هیچ بلوغی نداره و فعلا در حال بزرگ شدن هست. و جالب اینجاست این مسئله با شما باعث شده که یک تلنگری بهش بخوره. دارم میبینم که الان در حال حاضر ببینیم به این فکر نمیخواد شما رو از دست بده، به هیچ عنوان نمیخواد شما رو از دست بده و میخواد چیکار کنه، در سر داره، این آتش در سر داره که برگرده و با هم دیگه چیکار کنه، دو مرتبه اون لحظات خوب، اون دوران خوب رو با هم دیگه عزیزان دل داشته باشه. پس این شخص الان در حال حاضر به این حالت هست، به این صورت هست و اینکه پشیمانی هست و به فکر یک آشتی هست و برای اون مسئله باید قدرت بگیره، باید یه مقدار به خودش اعتماد به نفس پیدا کنه. خب خب ببینیم چه خبر هست دیگه، کارت دیگه بهمون چی میگن. بهتون میگن که در حال حاضر، بله، یه جوجه بیشتر نیست در حال حاضر، همونجور که بهتون گفتم این شخص یک جوجه بیشتر نیست. خب ببینیم کارت دیگه بهمون چی میگن در مورد اون چی، در مورد اون چیزی که به احساسات و عشق برای این شخص ربط داره. جوجه بیشتر نیست و خودشو فعلا ممنوع کرده، ممنوعیت برای خودش گذاشته که کاری انجام نده به خاطری که میترسه، همونجور که در تمام این فال ما دیدیم این شخص واقعا میترسه. خب کارت بعدی حرف از شروع دوباره میزنه. در حال حاضر ممنوعیت داره ولی به فکر یک شروع دوباره، به فکر به یک بازگشت هست. بله در حال حاضر باز هم میگه که حالا کم کم داره روی اون زخمهاش کار میکنه، چراغ نارنجی هست، یعنی که مقداری جلو رفته، هنوز سبز نشده. دوستان بریم ببینیم کارت دیگه بهمون چی میگن بر روی مسائل احساسیش. ببینید به فکر این هستش که ببینید این شخص اصلا خالی خالی هست و به فکر روی، به قول معروف، کاشتن یک گلی در این زندگیش هست و اون گل شما هستین عزیزان دل. و اینکه بریم ببینیم باز اینجا حرف از این میزنه که به خودش ممنوعیت میده که به شما قولی بده
به خاطر اینکه شخص خیلی ضعیف و نفس هست و بریم ببینیم کارت آخر حرف از جدایی میزنه، پس به جایی که بخواد در حال حاضر به فکر یک شروع دوباره باشه، شاید به فکر این جدایی هست، پس شروع دوبارهش با شما که طرف شما بیاد و شما بخواید بفهمین که اصلا این شخص پشیمونه توقع نداشته باشین، پشیمونیش رو به شما ابراز و اظهار نمی کنه چون می ترسه. شخصی هستش که بسیار گم و گیج هست و شخصی هستش که عادت داره اون چیزی که خودش نیست رو نشون بده به دیگران. دوستان بریم ببینیم که چه پیامی برای شما داره این شخص. دوستان عزیزانه داره چه پیامی برای شما داره؟ به تو میگه یواش یواش دست در دست به سمت یک آینده مشترک هم حرکت کنیم. منو یاد چی میندازه دوستان؟ این کارت میندازه، یاد این کارت میندازه و یاد این کارت میندازه و همچنین یاد این کارت میذاره میندازه که حرف از این میزنه که زمان میبره، این شخص هنوز مثل یک طفل هست تا بخواد به اون کاری که کرده در مورد شما بخواد پی ببره و اینکه اعتماد به نفسی بگیره چون شما یک سر و گردن از اون شخص بالاتر هستید. خب دوستان این فال شما بود، امیدوارم خوشتون اومده باشه. من از شما عزیزان دل خداحافظی میکنم و میرم سراغ گروه دوم. روز و روزگار خوش و تا فال دیگه. خدا نگهدار دوستان. سلام به دوستان و عزیزانی که دسته دوم رو انتخاب کردم با همدیگه بریم ببینیم که آیا این شخص پشیمان هست از رفتارش، از کارش، از مسئله‌ای که برای شما دوستان عزیزان به وجود آورده، آیا این شخص پشیمان هست یا نه و ببینیم چه خبر هست در کارت ها. دوستان مقداری خودتون رو متمرکز کنین روی این کارت ها و اینکه ببینیم که چه خبر هست در این بشر. والا آیا این شخص پشیمان هست؟ این کارت به من میگه که نه. عصبی نشین دوستان. خیلی خوب و خوشه. خودش تک تنها نشسته. مامانم میگفت هر کی تنها بره به قاضی از خودش میشه راضی. یه همچا حرفی بود. تک تنها نشسته. اون چیزی که داره خوب و خوشه. از زندگانش بسیار خوشحال هست. حالا با یک گل بهار نمیشه. بریم ببینیم چه خبر هست. یک کارت نمیتونه به من بگه که همه این چیزا. ولی انرژی که داره انرژی بسیار خوشحال و خندان هست. خوب هست. همه چیز در زندگیش عالی. مشکلی ندارم. خودم از خودم راضی هستم. ببین شخصی هستش خیلی برای من جالبه. نگاه کنی شخصی هستش که تک تنها نشسته، خندان هست. کسی دور برش نیست ولی خندان، از خودش راضی هست. این برای من هر چی که دارم تو زندگیم خوشحال و خوشنود هستم. اون چیزی که میخوام تو زندگیم دارم. حالا دیگران خوشحال باشن و به حال نباشنم اشکال نداره. خب ببین چه خبر هست از کارتای دیگه دوستان. ببینید دوستان عزیزان دل، این شخص کاملا میدونه کاری که کرده و کاملا میدونه حالتی که شما عزیز رو درش گذاشته و کاملا میدونه. و این شخص خیلی جالب هست که ببینید یک زوج افتادن اینجا برای من. یک زوج افتادن. آقا و خانم دل، شاه دل و ملکه دل، ملکه افتاد با هم دیگه. شاه دل یا شاه جام منظورم هست. افتادن. پس این شخص کاملا میدونه که شما رو در چه حالتی گذاشته و خودش هم کاملا به این موضوع چی هستش، موضوع واقف هست. مسئله‌ای که هست این شخص به یک بلوغ احساسی باید برسه. خب فعلا فکر میکنه که خودش احساساتش جریحه دار شده در واقع. خب فعلا به فکر این هست که من چجوری این
شیر آب احساسیم رو ببندم که جریحه دار شدم. چرا؟ چون این شخص مشکلش این هستش که به یک بلوغ احساسی نرسیده. خب ببینیم کارت دیگه چی میگم و کم کم ببینیم تابلوی ما چه خواهد شد. خب من اینجا بسرم. خب و اینکه ببینیم که پشت کارت ها چی هستش و بله نمیدونم اینجا میبینیم. بله اینجا ببینیم. پس گفتم بهتون همجور که بهتون گفتم این شخص واقعا شخصی هستش که عزیزان دل، شخصی هستش که به یک بلوغ احساسی نرسیده. در واقع در حال حاضر داره به این مسئله فکر میکنه، در مورد شما داره فکر میکنه و اینکه به فکر این هستش که یک نقشه، یک چیزی درست حسابی با شما داشته باشه، یک چیز اساسی با شما داشته باشه. در حال حاضر این شخص میدونین خودش متوجه هست کاری کرده، ولی آنچنان براش اهمیتی نداره. خودش برای خودش بسیار مهم هستش. این شخص شخصی هستش که بیشتر ببینین شخصی هستش که انعطاف پذیری کمی داره و شخصی هستش که اون تصمیمی که من گرفتم خودم گرفتم، هرچه بادا باد، حالا تو میخوای خوشحال باشی فبه هم نباشی هم اشکالی نداره، مشکلی نداره. دقیقا کارتی که اینجا من خودم خود خوب و خوش و خرم هستم و اینکه چیکار میکنه الان نگاه کنین دوستان، یعنی الان خودش رو در یک مسئولیتی گذاشته، سعی میکنه به خودش داره فشار میاره که یک تغییر نگاهی روی مسائل بده، ولی خودش شکایت کرده آنچنان بسته در مقابل شما و آنچنان مسئولیتی برای خودش وجود آورده و شما رو میدونه که شما رو قربانی یک مسئله کرده، یک کاری کرده، انجام داده و در حال حاضر نمیخواد تکان بخوره. به خاطر چی؟ من خیلی مغرور هستم، من خیلی از انعطاف پذیری بسیار کمی برخوردار هستم و من آدمی هستم که بسیار به ظاهر و آن چیزی که دیگران از من میخوان ببینن اهمیت میدم. پس من خوب و خوش هستم، خودم رو نشون میدم و اینکه شیر احساسیم رو میبندم. چرا؟ چون من هنوز یک کودک هستم. من هنوز ببینید خیلی جالبه، دوتا فالا به هم نزدیکن، دقیقا در جای فال اول یک چیزی که همچه چیزی شبیهش افتاده بود. خب پس نگاه کنید در گذشته من دارم میبینم که این شخص سعی کرده که حالا بیاد معذرت خواهی کنه، تقاضای بخششی کنه، در سرش رایت بوده. ولی از اونجایی که این مسئله در درونش انعطاف ناپذیره و غرور بی خودیش زیاد هست و از اونجایی که این شخص ببینید به اون بلوغ احساسی نرسیده، ببین در آینده به چه جایی خواهد رسید، دو مرتبه من شک دارم، تردید دارم، حالا چوب چپ رو دست بگیرم یا چوب راست دست بگیرم، حالا برم یا نرم، اگر برم چی میشه. ببین تمام کره زمین دستش هست، همه اطلاعات دنیا رو داره به اون افقهای دورادور نگاه میکنه، ولی هنوز در شک و تردید هست. ببین این شک و تردیدش اینجا هم هستش، باز هم اینجا انتخابی کنم چه کار کنم، یعنی آنچنان نمیدونه که میفهمه کاری که کرده، ولی به عمق فاجعهش نمیفهمه، براش آنچنان مهم نیست. چرا؟ چون یک سری از آدم ها هستن اصلا نظر احساسی کاری که در حق دیگران انجام میدن براشون مهم نیست. خب این شخص ببینید آره در حال حاضر داره فکر میکنه، خب داره در حال فکر کردن هست، اعتماد به نفسش کاملا درست شده، دست گرفته برای که دو بار کارتی که برای من میگه اعتماد به نفسه که اینجا خوب و خوشم نشستم، یکی اینجا که آره من من همونم که رستم بود پهلوان و امپراتریس سعی میکنه در حال حاضر یک نرمشی در
رفتارش، در زندگیش، در مورد اطرافیانش، حتی در مورد شما بخواد برای خودش داشته باشه دوستان. خب برای من جالب هست که نگاه کنیم از اینجا، از اینجا و از اینجا، ببینیم تغییر و تحول داره تو زندگیش انجام شه. از اینکه مسدودیت هست در حال حاضر در مقابل شما، داره به فکر انجام، داره به آینده نگاه میکنه، دورادور نگاه میکنه، شک و تردید داره، باید انتخابی رو انجام بده، خودش هم میدونه، و اینکه تبدیل به امپراتریس میشه. پس از اینکه لنگم در هوا و اینکه نمیدونم چه کار کنم، مسئولیت خودم برای خودم دارم به وجود میارم، داره تبدیل میشه چی به چی؟ به یک شخصی با نرمش. از این که من انعطاف پذیری ندارم و من خودم هستم که تصمیم میگیرم، به سمت چی میداره میره؟ به سمت امپراتریس داره میره. امپراتریس یعنی که من نرمش دارم، قدرتمند هستم، اعتماد به نفس دارم و نقشه هایی در سر دارم. این شخص خیلی شما رو دوست داره دوستان. خب و به فکر آشتی هست، شما رو خیلی دوست داره، احساس بسیار خوبی داره. و باز هم این کارت رو من کنار هم بذارم و این کارت هم بخوام کنار هم بذارم، در مورد شما باید تصمیمی بگیره، انتخابی کنه. ببینید چند بار کارت حرف از تصمیم گیری و حرف از انتخاب برای من دارن میزنن. این شخص به شما بسیار علاقه داره و اینکه ببینیم داره میخواد آشتی کنه، صبر داره میکنه، باز هم داره صبر میکنه، نگاه داره میکنه برای که به چی بیاد؟ به یک سمت یک تعهد به شما بیاد، مسئله رو با شما چیکار کنه؟ درست کنه. ببخشید. خب ببینیم دیگه چیکار میکنه. قبل از اینکه جلوتر برم دوستان، من از کارت های پوتیل و نغما استفاده میکنم و برای که یک بار رفتم تو داستان این شخص و اصلا یادم رفت. بله، به فکر این هستش که مسائل خوب جلو برن در مورد شما. دو مرتبه یک سری از ارتباطات برقرار بشه. حالا بریم ببینیم که اوف چقدر کارت افتاد. چرا این پاش بسته هست و در اون بالا گیر کرده؟ به خاطر که من فکر میکنم که این شخص به طور کلی با خودش مشکل داره. بسیار شخصی هستش که مضطرب هستش، در درون خانهش، خانه واقعی یا در درون خودش به طور کلی به فکرش را یاد یک سری مشکلاتی هستش، چیزهایی هستش که با شما داشته، پشیمانی داره، پشیمانی متوجه هستش، داره بهش تلنگری میخوره، ولی نه، خب یعنی هنوز متوجه نشده، فقط داره چیزهای چه کار کنم، اینو میخوام یا نمیخوام، اینجوری هستش. میدونی در واقع توی حساب کتابش اینه، من این شخص رو تو زندگی میخوام یا نمیخوام، ولی شما رو دوست داره، ولی آدمی هستش برای من اینجا، آدمی بسیار خودم مهم هستم، خیلی خودم مهمم، خیلی خودم رو دوست دارم، واسه خودم یک کارت پستال میفرستم، اینجوری هستش این شخص. خب ببینیم به سمت آینده چه خیلی کارت افتاد. من کارت ها رو جمع میکنم و ببینیم که بله، ببینین امید داره این شخص، این کارت هم این حرف رو میزن، به آینده دور داره نگاه میکنه، داره تصمیمی میخواد بگیره، باید یک چیز انتخابی داشته باشه و امید داره که راه حلی سر راهش قرار بگیره. خب امید داره که اتفاق بیفته و اینکه مسئله درست بشه بین شما. خب و بریم ببینیم که کارت های بعدی چه خبر هستن در این پایین. بله، این شخصی هستش که مقداری گم و گیج هست بر راهی که میخواد بره و اینکه بر میترسه از انتخاب. این شخص میترسه به طور کلی، شخصی هستش که از انتخاب میترسه، ولی میدونه که برای خوشبختیش باید انتخابی انجام بده. شما رو میبینه مثل کسی که چشمتون رو بر روی اون شاید بسین، بر روی واقعیتی بسین. شما رو میبینه که شخصی هستین که شما هم باید انتخاب کنین. ببین این شخص توی این فال چقدر انتخاب افتاده، 1 2 3 4 4 تا انتخاب افتاده و این نگاه کن، انتخاب که بهتون میگم شک منظورم هستش، دو دل بودن، باید چیزی رو انتخاب کنم، خب باید تصمیمی رو بگیرم. شما رو میبینه شخصی هستین که واقع بین نیستین، شخصی هستین که شک و تردید دارین، شخصی هستین که چشمتون رو روی مسائل بستین، نمیبینین واقعیت رو. شما رو اینجوری در واقع میبینه.
خب شما رو میبینه که شخصیتی که در سر خودتون هستی، ولی امید داره. دوستان نگاه کنید، دو بار این کارت، کارت امید برای من افتاده، دو بار کارت ستاره افتاده و امید داره که مسائل درست بشن. می خودش میدونه که زمان میبره چون این خودش الان آمادگی نداره و به اون بلوغ نرسیده، بلوغ احساسی نداره. بله میخواد مسائل جلو برن در واقع، و اینکه میخواد مسائل جلو برن ولی سکوت کرده. میدونین چی بهتون میگم؟ یعنی در مقابل یک چیزی سکوت کرده. حالا شما رو ببینم چجور میبینه. در واقع شما رو میبینه شخصی وفادار، شما رو بسیار وفادار میبینه، شما رو میبینه وفادار که جوری که شاید شما رو فکر کنه اینقدر اگر مسئله احساسی از عاشقش هستین، خب که چشمتون رو روی همه چیز بستین، کورین اصلا از عشق نمیبینی. به چه سمت و سوی با این شخص داریم میبینی؟ یک مسئله بسیار زیبا، چارچوب برای من این در بهش هست بسن. در بهش هست برای یک سریاتون. داریم به سمت یک مسئله بسیار زیبایی با این شخص میبینی. این شخص ولی مواظب روح مهربون نازنینتون باشه. این شخص شخصی نیستش که بخواد دوای دردتون باشه. برای من این شخص بیشتر سوهان روحه، چون شخصی هستش که انگار که خودش برای خودش خیلی مهم هست برای خودش. اینجایی میگن که فقط نوک دماغش رو ببینه و یا اینکه سوراخ نافش رو. خب ببینیم، بله باز هم خوشبختی افتاده، دارین حرکت میکنین به سمت خوشبختی، نور، روشنایی. و اینکه توجه کنین عزیزان دل، اینجا دارم میبینم مسائل دارن روشن میشن. شروعی میخواد داشته باشه این شخص با شما، شروعی تمیز میخواد یه سری مسائل رو تمیز کنه. باز هم ببین این چیزی که در گذشته بوده صحبت هستش، تغییر و تحول داری انجام داره، میخواد انجام بده، میخواد مکالمه رو انجام بده، تغییر تحولی در زندگیش، آبهای متلاطم رو پشت سر بگذاره و انتخابی توی زندگیش با شما انجام بده. دوستان عزیز توجه کنید، دوستان خیلی طول کشید تا ما رسیدیم به این ماجرا. این شخص الان پشیمون نه، الان پشیمون نیست. تازه وقتی هم بیاد طرف شما، تازه امید داره که سرنوشت هم وارد صحنه بشه که اونقدر زحمتی نخواد بکشه. با اینکه چی؟ با اینکه شما رو به شما علاقه داره، ولی شخصی هستش که میخواد قایم کنه همه چیزو. خودش خیلی برای خودش مهم هست. خب خوب و خوش و من خوب و خوش و خورم هستم. پشت این کارتا بعد نگاه کنید دوستان، حلقه افتاده پشت این کارتا، حلقه افتاده. پس نگاه کنید دوستان، این شخص شخصی هستش که به شما خیلی علاقه داره ولی اصلا انعطاف پذیری نداره. خودش برای خودش خیلی مهم هست. خب و بهتون بگم الان پشیمان هست؟ نه الان پشیمان نیست. شما رو بهتون علاقه داره ولی اصلا پشیمان نیست. ببین چه کار میکنه این شخص محترم. حرف از این میزنه، وفاداری میزنه. کارت بعدی به سمت شما بسیار جذب هست. کارت بعدی حرف از این که میخواد با شما یک شروع دوباره داشته باشه و اینکه تصمیم گرفته که با شما رو راست باشه. بله این شخص متوجه شده که شما نیمه گم شدهش هستین. این کارت هم این حرف رو به من میزنه. متوجه شده که شما نیمه گم شدهش هستین، آخرین قسمت پازل که بخواد کامل بشه در زندگیش. این شخص در حال حاضر برای یک سری از شما بله خب پشیمانه، شاد قهر یا جدایه، جدا هستین از هم دیگه. و بعد در حال حاضر کاری نمی کنه، همجوری که دیدیم در ایست هستش برویش. و اینکه بهتون میگه که زمان میبره تا اینکه بخواد به این مسئله برسه و اینکه اعتماد داشته باشه. شخصی هستش که من فکر میکنم به هیچ کس به جز به خودش اعتماد نداره، در واقع به این صورت هست دوستان. خب بریم ببینیم با هم دیگه چه پیامی داره این شخص برای شما عزیزان دل. چه پیامی داره این شخص؟ من با هم دیگه روسی مخلوط کنم. آسون نیست برای شخصی که فکر میکنه خوب همه چیز خوب و خوشه، بخواد متوجه بشه که کاری که کرده کار بدی هستش. خب میگه که من قصد دارم که بیام به سمت تو و بیشتر از این تو رو در انتظار نذارم. امیدوارم دوستان، شاید بین شما یک مسئله بوده که خیلی دیر، یعنی خیلی وقته وجود داره و الان به فکر این هستش که بخواد مسائل رو درست کنه.
حالا وقتش رسیده، ولی برای من این مسئله زمان میبره، به خاطر حتی اگر در سر این شخص باشه، شخصی هستش که در حال حاضر خوب و خوش هست، مسائل مالیش رو داره جلو میبره، موقعیت مالیش رو، و اینکه انعطاف پذیری آنچنان زیادی نداره، شما هیچ تأثیری روش ندارین، اون باید خودش تصمیم بگیره چه کار میخواد بکنه. پس الکی یک سری ها عزیزان دل خودتون رو زجر ندین در مورد این شخص که بخواین نظرش رو عوض کنه. اون هر موقع خودش تصمیم بگیره، اون موقع است که میاد سمت شما و توقع این که بهتون بگه پشیمان هستم نکنین. در حال حاضر اصلا پشیمان نیست، در آینده متوجه خواهد شد، ولی به شما هرگز نخواهد گفت. خب دوستان، این فال شما بود، امیدوارم که از این فال خوشتون اومده باشه. لطف کنین لایک کنین. روز روزگار خوش دوستان عزیزان، و تا فال دیگه، خدا نگهدار.